سلام دوستان، با ویدیو دیگه از این کانال با شما همراه میشم. تو این ویدیو میخوام در رابطه با کشور انگلیس و حالا بدترین شهری که تو این کشور من سفر کردم، والا شهر دیگه شما توضیحاتی میدم، ولی خب بیشتر مد نظر من شهر بیرمنگام هست به عنوان بدترین شهر انگلیس که من تو سفرم به انگلیس به اونجا رفتم. و حالا ممکنه بعضی و خلاصه از این کانال بیشتر حمایت کنید تا من ویدئوهای بهتری براتون بسازم و انرژی بیشتری بگیرم تا بریم سراغ داستان این ویدئو که همین داستان مسافرت من به کشور انگلیس و خصوصا شهر بیرمنگام است. مسافرت من به کشور انگلیس، شاید بهتر بگم کشور بریتانیا، حالا بعضی میگن بریتانیا با انگلیس چه فرقی داره؟ شده از همین عمدتاً پناهنده و مهاجرهایی که به صورت پناهندگی اومدن. حالا علتش چیه که عمدتاً پناهنده اونجا زندگی میکنن؟ به خاطر اینکه 90% کسایی که به انگلیس پناهنده میشن و دولت انگلیس در واقع به شهر بیرمنگام میفرسته. برای همین من به طنز همیشه میگم از هر 10 نفری که شما توی بیرمنگام میبینید 12 نفرش غیر انگلیسی هستن و اصلا شما اونجا انگلیسی نمیبینید. اکثر خود همون مردم انگلیس، بریتانیا بهتره بگیم، توی شهرک های اطراف در واقع این شهر زندگی میکنن، اون جمعیت که حالا اونجا موندن و یه شهرک هایی که به حال اوضاع زندگی اونجا بهتره، امکاناتش بهتره، رفاهش بهتره، ترتمیزتره، دولت به اونجاها بهتر میرسه و این دوستان پناهجویی که از کشورهای مختلف در واقع به بیرمنگام فرستاده میشن، اینا توی خود شهر هستن و معمولا زندگی خوبی ندارن. اونم که اولش اونجا وارد میشن، اینا رو میفرستن هاستل و ممکنه یک سال بعضی ها، بعضی ها تا چند سال مجبورن توی هاستل تو شرایط بسیار نامناسبی زندگی کنن، یا خونه های مشترکی که مثلا تو خونه میبینی مثلا یه خونه دو خوابه، مثلا دو تا سه تا خانواده چند نفره دارن زندگی میکنن، یا مثلا خونه دو خوابه مثلا 10 نفر پناهنده از کشورهای مختلف زندگی میکنن. من راحت اینو رفتم دیدم و معمولا شهر میگم ندارم و از این بوده که میشه تازه بهشون
ممکنه آپارتمان یا خونه مجزا بدن و خیلی هاشون معمولا پولی هم که به این پناهنده داده میشه خیلی مبلغ کمیه، در حد 400-500 پوند که حالا بعضی میگن تو ایران 400 پوند خیلی زیاده، 500 پوند خیلی زیاده. دوستان با قیمت ایران مقایسه نکنید، اونجا انگلیس شما باید به پوند خرج کنید و قیمت از ایران خیلی گرونتره. 400-500 پوند واقعا اونجا هیچی نمیشه، خرج دو هفته هم نیستش و اونجایی نیست که شما مثلا با این پول بتونید تفریح کنید، حال کنید، نه. حالا من از بافت جمعیتی این کشور در شهر بیرمنگام بهتون بگم، همونطور که گفتم عمدتاً اونجا غیر انگلیسی می‌بینیم. مثلا اونجایی که من اقامت داشتم نزدیکم یه مدرسه بود که صبح مثلا ترانه هندی از اونجا صداش به گوش می‌رسید، یعنی همه بچه اونجا انگار هندی بودن و اصلا اونجا انگلیسی انگار درس نمی‌خوند. مثلا ظهرم که بچه ها از مدرسه تعطیل می‌شدن من تو کوچه خیابون اونجا رفت آمد می‌کردم، مثلا بچه‌ای که رفت آمد می‌کنن هندی، بنگلادشی، پاکستانی، سیاپوس، حالا باز میشه گفت جمعیت ایرانی ها، مثلا افغان ها و مثلا عراقی ها، اینا کمتر بود به نسبت اونا. غالب مثلا مهاجرا از این کشورها بودن، هندی تبار اونجا خیلی زیاد بودن. البته به غیر از بیرمنگام یه سری از محله لندن هم همینجوری بود که یه سری بازارها که شما میرفتید انقدر مغازهای هندی و اینا زیاد بود که من چون هندم مسافرت کردم، سفر یک ماه به هند داشتم، اون بوهای بازارای هند و کلا هندوستان میومد که بوهای خوبی هم نیست، معمولا بوی ماهی گندیده و نمیدونم بوی لجن و این چیزا، توی اون بازار انگلیس هم من حس میکردم و کاملا یاد هند میافتادم، برام خیلی جالب بود. خب اینا رو گفتم که یه جورایی فضایی از اونجا رو براتون بگم. آشغال خیلی زیاد بود تو شهر، با اینکه بیرمنگام یه شهر کوچیک توی انگلیس به حساب نمیاد، یه شهر بزرگی و دومی شهر انگلیس بعد از لندن هم از لحاظ جمعیت هم وسعت، ولی آقا برای من شگفت انگیز بود اون فضای بیرمنگام که خودم گفتم آقا انگلیس که میگن همینه. با اون تصوراتی که به هر حال قبل از سفر به اونجا داشتم خیلی متفاوت بود و اصلا برخلاف اون چیزی که حالا میگن انگلیس همه چیز اوکی و نمیدونم کشور غربی پیشرفته است همه چی، ولی اون چیزی که من به هر حال شهر بیرمنگام دیدم خیلی متفاوت بود. حتی میگم بعضی از محله لندن هم حس و حالو داشت. من به شخصه میتونم بگم مثلا بریتانیا، کشور اسکاتلند و ولز به نظرم ترتمیزتر و جذابتر بودن تا مثلا یه شهری مثل بیرمنگام توی انگلیس، که نه به حال تجربه شخصی من به عنوان یه مسافر و یه تراولر بود. حالا ممکن بعضی بگن سطح درآمد مثلا توی انگلیس بهتره یا کار بیشتره، اینا رو من زیاد چون تو زندگی نکردم نمیدونم، از این حرفا براش شنیدم میدونم. یا بعضی شاید بگن که آقا ما با ما پناهنده بلند میشیم میریم، مگه زوره نمیریم بیرمنگام، میریم شهر دیگه؟ آقا نمیشه، شما با که با ما پناهنده میرید اختیارتون دست خودتون نیست، معمولا دولت براتون تایید میکنه، دولت اون کشور براتون تایید میکنه که شما کدوم شهر اقامت داشته باشید، مگر اینکه اونجا یه فامیلی دوست آشنای دلسوز و کمک کننده ای داشته باشید که معمولا هم کم پیش میاد، همینقدر با مرام نیستن. اون که شما دوست و فامیل هم اونجا داشته باشین ولی اینقدر مرام نداشته باشن که شما ساپورت کنن، به تو کمک کنم اصلا شما به لندن یه شهر بهتر. برای همین اگر واقعا میخواییم پناهندگی برید انگلیس، این چیزاشو در نظر بگیرید، هر فکراتون رو بکنید و اصلا حرف من اگر قبول ندارید برید کارتون رو بکنید. اگر کسی کامنت رو پشت بذاره من بدجور جوابشون میدم. حالا تجربه تنم حالا امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگر دوست داشتید ممنون میشم که لایک کنید، کامنت بذارید، دوست دارم نظرت شما رو بدونم. اگر عضو کانال نیستید دکمه سابسکرایب به همین الان بزنید، عضو کانال بشید، زنگوله کنارش هم بزنید تا از ویدیو بعدی خبردار بشید و خلاصه از این کانال بیشتر حمایت کنید تا من ویدیو بهتری براتون بسازم. از اینکه با این ویدیو همراه شدید ممنون. تا ویدیو بعد خدا نگهدارتون.